در بخش گیشه، بخش پایانی ساعت خبر، مثل هر جمعه بهنام ناطقی در نگاهی کسب و کار فیلم های جدید روی اکران سینما ها رو بررسی میکنه. بهنام، شاید باید میگفتم فیلم های جدید و نه چندان جدید، چون در خبرها بود که پرفروشترین فیلم این هفته جدیدترین فیلم نیست. خب این بارها شاهد بودیم که فیلمی بالای جدول میمونه، مثل پنج سیاه که 6 هفته صد نشین بود، ولی این هفته شاهد پدیده کمیابتری هستیم. فیلم یک جای ساکت که چهارمین هفته اکرانش رو شروع میکنه از امروز برمیگرده به صدر جدول، در حالی که هر هفته با یک رقیب بزرگ و پرخرج روبرو بوده. این فیلم در ژانر ترسناک هیولایی در سه روز اول اکران پیشبینی همه کارشناسا، حتی خود استودیوی پارامونت رو کنار زد و به جای 34 میلیون دلار 50 میلیون دلار در سه روز فروش کرد. حالا کل فروش فیلم به 167 میلیون دلار رسیده در دنیا، یعنی 10 برابر خرج تولید فیلم که 17 میلیون دلار بوده. فیلم نفسگیری است در مورد تنها بازماندگان انسانی روی کره زمین که اشغال شده توسط هیولاهای فضایی نابینا و گرسنه که شکار خود رو باید از طریق گوش کردن به صدا پیدا کنند. یک جای ساکت در هفته دوم و سوم اکران با دو فیلم پرخرج روبرو بود، یکی Ready Player One از اسپیلبرگ با 175 میلیون دلار بودجه و دیگری رمپیج با شرکت دوین جانسون با 120 میلیون دلار بودجه. و می‌بینیم که استودیوی پارامونت از امروز 219 سینمای دیگه به پخش یک جای ساکت اضافه می‌کنه و پیش‌بینیش که در 3808 سینما با افت ناچیز 36% نسبت به هفته قبل بار دیگه بیاد بالای جدول با فروش بهتر از 21 میلیون دلار در سه روز آینده، علی‌رغم آغاز اکران سه فیلم جدید دیگه در اکران سراسری. بنام، آیا بازگشت چنین فیلمی به بالای جدول یه پیروزی مدیون کیفیت این فیلمه یا عوامل دیگه‌ای در کارن؟ باید در واقع شکست فیلم‌های پرخرج بدونیم. مثلا فیلم خروش یا رمپیج که میره به مقام دوم جدول بعد یه هفته، عملا در سینمای آمریکا نتونست تماشاگر عام پیدا کنه و هنرمند محبوبی مثل دوین جانسون تو این فیلم هست که به قول همه منتقدها سخت تلاش میکنه در نقش یک جانورشناسی که باید جلوی گوریل خشمگین غول‌آسا رو بگیره که به کمک دو حیوان غول‌آسای دیگه آسمون خراش رو در هم میکنن. فیلم رمپیج بر اساس یک بازی ویدیویی دهه 80 در 6 روز اول اکرانش در آمریکا حدود 43 میلیون دلار فروش داشته و نگاهش به پخش گسترده همزمان در 61 کشور دنیاست که توی 6 روزه 141 میلیون دلار درآمد براش آورده. اما این جمعه سرانجام ناچار است که میدان رو در آمریکا در بالای جدول به جای سکوت واگذار کنه. حالا در آمریکا طی 3 روز آینده رمپیج با افتی نزدیک 55% 17 میلیون دلار فروش امید داره که هرچند ناچیزه، اونم برای 4114 سینما، ولی همچنان ظاهرا بهتر خواهد بود از فروش فیلم‌های جدیدی که میان، از جمله یک کمدی زن محور و احتمالاً نه چندان باید گفت زن پسند با شرکت ایمی شومر. No matter how many times we hear it's what's on the inside that matters, women know deep down it's what's on the outside that the whole world judges. پیام فیلم کمدی احساس زیبایی میکنم با شرکت ایمی شومر این است که زیبایی درونی است نه بیرونی. رونه، شخصیت اول فیلم که صورت و اندامش با معیارهای زیبایی روز تطبیق نمیکند، بعد از یک ضربه مغزی خود را زیبا میبیند و اعتماد به نفس پیدا میکند بدون آنکه در ظاهر او تغییری به وجود آمده باشد. بازیگر ایمی شومر اینجا در کنار میشل ویلیامز، بیزی فیلیپس و امیلی راتاچوفسکی همبازی های خود در فیلم خود را زیبا میبینم، در کنار ابی کوهن و مارک سیلورستین، زوج نویسنده و کارگردان فیلم، اینجا روی فرش قرمز در لس آنجلس. شومر کمدیانی است که با ساختن برنامه‌های تلویزیونی تصویر افکار عامه از زیبایی را محکوم کرده است، اما حالا به خاطر پیام این فیلم درباره نوع مقبول زیبایی در رسانه‌های اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته. امی شومر میگوید شوق زده است که مردم این فیلم را ببینند، چون اون وقت متوجه خواهند شد که پیام فیلم درباره توانبخشی به زنان است و دوست داشتن خیشتن و فیلمی شیرین و خنده‌دار و خوشحال کننده و متفاوت با فیلم‌های پر از تصادف و قتل و غارت. God, you see this? Yes. I mean, look at me. Look at my jawline.
این صحنه بلافاصله بعد از ضربه مغزی رونه رو نشان می‌دهد که درباره زیبایی و چهره اندام خود به توهم دچار شده و از اونچه در آینه می‌بیند شوخ زده است. همکار سناریست و کارگردان ابی کوهن میگوید از اینکه دید مردم قبل از آنکه فیلم را ببینند درباره اش قضاوت کردند دل سرد شده. او میگوید این در حالی است که صدها نفر در گوشه و کنار کشور این فیلم را در نمایش‌های خصوصی و آزمایشی تماشا کردند و چنین نظری ندارند. Things have really changed for me. You just have all the confidence in the world. I think a lot of people completely miss a thing that really makes them awesome. And you're not like that. پخش کننده شرکت STX امیدوار است که هوادارهای ایمی شومر به سر و صدای منفی در رسانه‌های اجتماعی و همچنین به میانگین نسبتاً منفی نقدهای مطبوعات توجه نکنند. سارا استوارت در نیویورک پست نوشته جای تأسف دارد که یک استعداد برجسته کمدی مثل ایمی شومر رو در بدترین موقعیت قرار دادند و منتقد کیتی والش در نشریات تریبون می‌نویسد این فیلم می‌خواهد ما رو به درک زیبایی درونی توجه دهد در حالی که به نیروهای صنعتی که از احساس عدم اعتماد به نفس زنها سود می‌برند بی‌توجه است. بنام یه سوال دیگه، فروش این فیلم در 3 روز آینده رو با چه معیارهایی پیش بینی کردن؟ کمدی زن محور هست، بین فیلم‌های جدید تا 2 ماه دیگه نظیرش نمیاد. نمونه قابل مقایسه با این فیلم The Other Woman بود که از سال 2014 اومد که زنها برای تنبیه شوهر خیانتکار یک دوستشون همدست شده بودن. معیار دیگه 2 فیلم قبلی خود ایمی شومر هست، اما شور و حساسیت در رسانه‌های اجتماعی برای فیلم I Feel Pretty از اونها بیشتر بود در فیلم‌های قبلی. بلافاصله بعد از پخش آنونس فیلم اوایل امسال در تاک شوی الن دیجنرس این جنجال شروع شد. بحث ارتباط اعتماد به نفس و زیبایی که تو فیلم مطرح میشه البته خب بحث پیش پا افتاده کلی و تکراری هست و به قول بعضی منتقدها بحث کاذبی هم هست. هرچند تو این فیلم به موضوع چاقی یا اضافه وزن اشاره نمیشه، اما از فیلم انتقاد شده به خاطر شیفتگی که این شخصیت ایمی شومر نسبت به اون مدل‌های خوشگل لاغرندام ابراز میکنه. استودیوی STX برای فیلم I Feel Pretty در 3440 سینما فروش افتتاحیه بین 13 تا 15 میلیون دلار پیش بینی کرده و پیش بینی کارشناسا هم تقریبا در همین حدود هست. در مقام‌های 4 و 5 و 6 جدول این هفته فیلم‌های Truth or Dare، Ready Player One و بلاکرز یا بندآوران رو داریم با فروش‌های بین 6.5 میلیون تا 7.5 میلیون دلار، که یعنی کمدی مشنگ سوپر تروپرز 2 یا ابر سربازها از گروه کمدی بروکن لیزرد در مقام 7 جدول افتتاح میشه. بازیگر خوشتیپ و همیشه جوان رابلو اینجا روی فرش قرمز در لس آنجلس در کنار اعضای گروه کمدی مارمولک شکسته، سازندگان و بازیگران فیلم ابر سربازان که او در دنباله آن با آنها همکار شده. رابلو میگوید اون چه درباره این فیلم دوست دارد این است که پول اون رو هوادارها دادند. گروه مارمولک شکسته برای تهیه فیلم از طریق اینترنت پول جمع کردند و رابلو میگوید برایش باحال است در فیلمی بازی کرده که سرمایه اون رو خود هوادارها تامین کردن. گروه مارمولک شکسته بروکن لیزرد که بیشتر روی صحنه تئاتر و در باشگاه‌های کمدی برنامه اجرا می‌کند برای ساختن دومین فیلم سوپر تروپرز 16 سال صبر کرده بودند. در فیلم ابر سربازان 2 این پلیس‌های راهداری به شهرکی در مرز کانادا ناحیه مورد اختلاف میان دولت‌های آمریکا و کانادا اعزام می‌شوند تا به جای ماموران راهداری ژاندارمری کانادا در آنجا خدمت کنند. کمدی‌های مشنگ گروه بروکن لیزرد کار خود رو به کمدی فیزیکی 3 استوجز مدیون است. آنها برای ساخته شدن فیلم از 56,000 نفر هوادار در 24 ساعت اول 2 میلیون دلار و در روزهای بعد 4,600,000 دلار سرمایه جمع کردند. جی چاندراسکار، تامیل تبار شیکاگو زاده، عضو گروه کمدی مارمولک‌های شکسته که فیلم را کارگردانی کرده، میگوید همیشه با هم هستند در سفر برای اجرای کمدی روی صحنه و ساختن فیلم مثل چند روز بیشتر با هم بودن بود، چون اعضای گروه همدیگر را از 18 سالگی میشناسند. تا
تاریخ پخش این فیلم روز 20 آپریل یا به اصطلاح 420 برای اهل فن خودش یه شوخی است. یعنی فیلم رو باید زیر نشگی علف تماشا کرد. هرچند به قول منتقد نیویورک تایمز بدون علف هم می شود به شوخی های مشنگ این فیلم خندید. Feder dust der croissant les misérables felt catcher look robert i d'artagnan perrier friend tark and don't be not poster parfait. اما اکثر منتقدها که هواداران بروکن لیزرد نیستند از فیلم دوم ابرسربازها انتقاد کردند. هرچند همگی قبول دارن که این فیلم برای هوادارها ساخته شده و احتمالاً اونها رو راضی خواهد کرد. بنام فروش فیلمی که 56,000 سرمایه گذار داره اصلاً با حساسیت بیشتری دنبال میشه. درسته و نکته مهم در مورد کسب و کار فیلم سوپر تروپرز دو این هستش که حتی فروش نسبتاً پایین در اکران همگانی میتونه پول در بیاره، میتونه موفقیت تجاری به حساب بیاد به خاطر اینکه خیلی کم پول خرج شده. فیلم سال 2002 اولیش که اومد 16 سال پیش که هنوزم هوادارا به اون نگاه میکنن، هوادار کالتی یا فرقه ای داره، در سه روز اولش 6 میلیون دلار فروش کرده بود و فروشش کلا در جهان 23 میلیون دلار شده بود. کارشناسا میگن فیلم دنباله حالا در سه روز اول راحت میتونه 6 میلیون دلار رو در بیاره، حتی 7 میلیون دلار در 2038 سینما که مشابه است با فیلم ماشین زمان جکوزی هات تاپ تایم ماشین 2. اما پیدا کردن مشابه برای سوپر تروپز زیاد هم آسون نیست. ولی یک فیلم به یاد میشه آورد، فیلم بیا پلیس بشیم، کمدی در مورد دو جوانی که یونیفرم ماشین پلیس رو میدوزن. اون فیلم در 5 روز اول اکرانش 26 میلیون دلار فروش داشت. حالا این مثال از این نظر مهمه که احتمالاً پیش بینی 6 میلیون دلار برای سوپر تروپرز ممکنه حتی غلط هم از آب در بیاد. به نام ناطقی با بخش گیشه ممنون از تو که با ما همراه بودی.